از آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از برلین پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای هنرور، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای هنرور، به نظر شما دلیل طولانی شدن جنگ میان حماس و اسرائیل چیه و آیا راهکاری برای پایان دادن به بلند پروازی ها و ماجراجویی هایی که به تداوم جنگ انجام میده وجود داره؟ بفرمایید. سلام و عرض ادب. ببینید، طولانی شدن این جنگ یک امر ناگزیر و ناگریزیه که همه اطراف جنگ به جز خود مردم جنگ زده از اون سود میبرند. اولا که حماس دوست داره که این جنگ به طول بیانجامه، به خاطر اینکه هر چقدر بیشتر که شهروندان و غیر نظامیان به ناچار بر اثر ادامه جنگ مورد اصابت و تعرض قرار بگیرند، فشار عمومی جهانی و افکار عمومی جهان بر علیه اسرائیل بیشتر بسیج میشه و اوضاع رو به نفع حماس برمیگردونه. چون حماس این رو گفته، بعضا تحلیلگراش گفتن که اسرائیل نمیتونه این مشروعیت و مظلومیتش رو ادامه بده با اون چی که در پیش است. این یک دلیله. دلیل دومه که وجود داره اینه که حماس میخواست که مسئله فلسطین دوباره روی میزها بره و از کشوهای مذاکره در بیاد و یک راه حلی واسه مسئله فلسطین پیدا بشه که خب به این نتیجه هم کمابیش رسیده. و از اون طرف هم دولت اسرائیل که با یک راه حل دو دولته مخالف بود و هست و از اون طرف حیثیت خودش رو در از بین بردن کامل حماس میبینه، ادامه این جنگ به نفعش، چون و الا موقعیتش رو از دست میده. در این حال اون چرا که حماس در پیش بود به دلایلی هم امکان پذیر نیست. چون ببینید، نه راه حل دو دولتی با دولت فعلی اسرائیل امکان پذیره و نه حتی چیزی که اول اسرائیل در نظر داشت که تحویل دادن به اصطلاح نوار غزه به دولت خودگردان بود امکان پذیره. چون دولت خودگردان مشروعیت و محبوبیت کافی در میان فلسطینیان نداره. بعد از یک انتخابات مجدد ممکنه بتونه یک همچین موقعیت رو به عهده بگیره، ولی فعلا نمیشه. ضمن اینکه یک نکته مهمی هم وجود داره که خود نتانیاهو این تو رسانه‌های اسرائیلی کاملا مشهوده، من تو رسانه‌های فارسی و عربی کمتر دیدم. یه نکته مهم اینه که خود نتانیاهو در برهه حماس رو تقویت کرد در مقابل دولت خودگردان که تفرقه بین دو بخش فلسطین رو به وجود بیاره و خودش از همین بابت آسیب دیده. مردم اسرائیل هم رو فراموش نکردن. اینا مجموعاً شرایطی است که کار رو سخت میکنه و خود اسرائیل پیش بینی میکنن که ماه‌های متمادی این جنگ ادامه خواهد داشت. بله، با تشکر از آرش هنرور، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از برلین پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.